مرگ همواره از ترس‌های بزرگ انسان‌ها بوده و از دیرباز تا کنون دانشمندان در جستجوی یافتن راهی برای جاودانگی نسل بشر بودند. به راستی اگر انسان هرگز نمی‌مرد چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا انسان قادر خواهد بود تا به کمک علم و تکنولوژی جاودانه شد و هرگز نمیرد؟ لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. در دهه 90 بود که دانشمندان موجود اسرارآمیزی را شناختند که مرگ را دور می‌زد. تیولا جانوری آبزیست که به نام‌های متفاوتی از جمله چتر دریایی، عروس دریایی بنجامین باتن و عروس دریایی نامیرا نیز معروف بوده و به عنوان موجودی اسرارآمیز و افسانه‌ای شناخته می شود. این جانور چند یاخته‌ای تنها موجود شناخته شده کره خاکی است که می تواند بعد از بلوغ جنسی به دوره نابالغی خود بازگردد. اگر عواملی مانند خورده شدن توسط دیگر جانوران یا شکار شدن توسط صیادان باعث مرگ این موجود نشود، کهنسالی را هرگز نمی‌بیند و مرگ آن را نخواهد کشت و به همین دلیل گفته می‌شود که تیولاها نامیرا بوده و از نعمت جاودانگی بهره می‌برند. بسیاری از دانشمندان تردید دارند که به کمک تحقیق و پژوهش پیرامون حیات این موجود شگفت‌انگیز میتوان راهی یافت تا از بروز سرطان جلوگیری شود یا حتی به انسان‌ها عمر جاویدان داده شود و به جاودانگی کامل برسند. با این حال برخی از محققین نیز مانند شین کوبوتا از دانشگاه کیوتو ژاپن خلاف این امر را باور دارند. این دانشمند پس از کشف چتر دریایی بسیار ابراز امیدواری کرد و در گفتمان خود با مجله نیویورک تایمز عنوان کرد که به کمک تحقیق بر روی این موجود جاودانه انسان هم رشد کرد و به جاودانگی خواهد رسید. اگرچه این جانور آبزی نامیرا هنگام استرس و بروز بیماری از خود محافظت می کند و نمی میرد، اما نگهداری آن در شرایط غیر طبیعی امری دشوار خواهد بود. با این حال کوبوتا نزدیک به 15 سال تعداد بسیار زیادی از آنها را جهت تحقیق نگهداری کرد. همچنین دانشمند دیگری به نام ماریا از دانشگاه تگزاس در این زمینه با کوبوتا هم‌عقیده است و او نیز مدتی است پیرامون گونه تیولاها تحقیق می‌کند. این دانشمند چترهای دریایی را جام مقدس داروی احیا خطاب می کند. سلولهای بدن عروس دریایی نامیرا هنگام خطر یا استرس از گونهی به گونه دیگر تغییر می کنند و به سبکی کنار هم می نشینند که جانور کمترین آسیب را ببیند و یا حتی اصلا آسیب نبیند. به طور مثال سلولهای عضلانی می توانند به سلولهای عصبی تبدیل شوند. خوشبختانه تیولا تنها گونه‌ای نیست که قادر به انجام چنین کاری بوده و این امر به طور تجربی در بین موش‌ها هم ایجاد شده. اگرچه سلول‌های معمولی بدن انسان چنین قابلیتی ندارند، اما نکته قابل توجه این است که هر کدام از این سلول‌ها در ابتدا یک سلول بنیادی بودند. پس آیا به کمک مطالعه روی سلول‌های بنیادی و سیستم کارکرد بدن عروس دریایی نامیرا انسان‌ها می‌توانند به جاودانگی برسند؟ آیا جوانسازی سلول‌های پیر امری ممکن است؟ باید بگویم بله. تحقیق پیرامون جاودانگی انسان امر تازه و جدیدی نیست و در گذشته هم موضوع تحقیق دانشمندان زیادی بوده و جاودانگی از دیرباز بزرگترین و دست نیافتنی ترین آرزوی بشر بوده.
در حماسه گیلگامش که تقریباً به 5000 سال پیش باز می گردد، پادشاه گیلگامش راز جاودانگی را کشف می کند. جالب است بدانید که رازی که او کشف می کند همان راز چترهای دریایی است که همکنون توسط دانشمندان مورد تحقیق و پژوهش قرار می گیرند. در این حماسه پادشاه به دنبال زندگی جاویدان است، پس در این راستا به دنبال شخصی می گردد تا او را در این راه یاری کند و در نهایت بهترین فرد را یودنا پیشتیم می بیند. او شخصی بود بسیار دانا و کسی بود که به همراه همسرش از سیل عظیم جهانی جان سالم به در برد. این حکیم دانا قایقی بزرگ ساخته، از تمامی حیوانات در آن جا داده و به همراه همسرش از سیل بزرگی که جهان را درگیر کرده جان سالم به در برده. درست است که داستان فوق کاملا به داستان حضرت نوح در کتاب مقدس شباهت دارد، اما این حکایت پیش از کتاب مقدس ثبت شده. مانند نوح، او و همسرش از سیل نجات یافتند و در نتیجه خدای انلیل به او و همسرش پاداش پایان ناپذیری داد و از آن پس یودناپیشتیم و همسرش نیاکان پاک نژاد جدید بشر شدند. خدایان زندگی یودناپیشتیم و همسرش را جاودان ساختند. پس آیا ممکن است که راز زندگی جاودانه در اعماق دریاها نهفته باشد؟ گیلگامش پس از مدت‌ها پژوهش می‌فهمد که سر جاودانگی در عمق دریاها نهفته است. در ابتدا یودناپیشتیم به گیلگامش می‌گوید که تنها خدایان می‌توانند به شخصی زندگی نامی را دهند. اما ممکن است راهی باشد که از پیر شدن و کهنسالی جلوگیری کرد. در ادامه او از گیاهی به گیلگامش میگوید که در اعماق دریا زندگی کرده و میتواند پرده از راز جاودانگی بردارد. در نهایت گیلگامش موفق میشود که به عمق دریاها رفته و گیاه مورد نظر را که در جعبه ای از خار پوشیده شده قرار دارد به چنگ آورد، اما در ادامه به وسیله یک مار آن را از دست میدهد. به نظر می رسد گیاهی که یودناپیشتیم به پادشاه معرفی کرده همان چتر دریایی نامیراست. چتر دریایی هنگامی که زخمی بر می دارد به کف دریا افتاده و به یک پولیپ گیاه مانند تبدیل می شود. ممکن است در آینده برخلاف گیلگامش دانشمندان راز چترهای دریایی را کاملا کشف کنند و انسان را به جاودانگی برسانند. اگرچه این امر بیشتر به فیلم‌های علمی تخیلی شباهت داشته و بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما با توجه به آزمایشات موفقیت آمیز موش‌های آزمایشگاهی، دانشمندان و روند معکوس سلول‌های آنها از سلول‌های پیر به سلول‌های بنیادی، عمر جاویدان برای انسان آنچنان هم دست نیافتنی نیست. در ادامه فیلم هایی رو به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید. ممنون که این ویدیو را تماشا کردید. لطفاً نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.